سلام to another short English lesson. سلام و جامع. من میسا هستم و خوش اومدین به یک درس کوتاه انگلیسی دیگه. لطفا اگه بار اولتون هستش که من یا ویدیوهای ما رو دارین می‌بینین روی دکمه قرمز سابسکرایب و زنگوله بغلش بزنین تا وقتی دروس جدید رو براتون می‌ذاریم اطلاع پیدا کنین و بتونین بلافاصله ازشون استفاده کنین. امروز میخوام یک واژه یا عبارت به شدت پرکاربرد خفن باحال و از اون واژه ها یا عبارت هایی که وقتی میگی هر کسی نمیدونه یا هر کسی بلد نیستش و نمیتونه استفادهش کنه رو بهتون یاد بدم فرض کنین مثلا دوستتون قرار بوده بیاد پیشتون یا دوستتون که هر روز بهتون زنگ میزنه یهو اصلا چند روز ازش خبری نیست بدونه که بهت بگه رفته قیبش سده میخوام, میخوام بگم مثلا سلی مثلا میسا قیبش سده نیست نابود شده ازش خبر ندارم چجور به انگلیسی میگیم میتونیم از عبارت to go a wall to go a wall استفاده کنیم a wall is the abbreviation for absent without leave absent without leave it's an abbreviation بچه a wall abbreviation یا مخفف absent without leave هستش اگر واژه واژه معنی کنم یعنی قیبت بدون درخواست مثلا بدون اجازه بدون اینکه درخواست غیبت بدی بدون اینکه درخواست نیامدن بدی یا بیخبر غیبت بکنی یعنی از پستت از کاری که قرار بوده حاضر نشی سرش غیبت بکنیم خب so absent without leave حالا بچه این واژه this is a military term or military word این یک واژه واژه استش که تو سربازی رو خدمت استفاده میشه uh, تو فارسی نمیدونم چج سربازو نوردن نمیم معادلش میشه ولی when someone leaves his post without the permission of his superior officers he goes awol listen one more time when someone leaves his post without the permission of his superior officers he goes awol وقتی یه کسی بدون اینکه به افسرهای بالاترش بگه که آقا من دارم پستم رو ترک میکنم میرم یا دو روز میخوام نیام یوهو میره بدون without permission بدون اجازه he goes a wall میزنه خب حالا for example he was supposed to be here to help me with the project three hours ago and he doesn't even pick up his phone I think he's gone AWOL. I think he's gone AWOL. He was supposed to be here to help me with the project three hours ago and he doesn't even pick up his phone. I think he's gone AWOL. سه ساعت پیش قرار بود بیاد اینجا منو تو پروژم کمک بکنه اما اصلا تلفنش جواب نمیده فکر کنم غیبش زده دقت کنین من گفتم واژه میلیتری هستش ولی میخواستم بگم از کجا آمده ولی به این معنی نیست تو میلیتری استفاده میشه اصلا شما در روزمره هر کسی که غیبش بزنه میتونیم بگین he's gone a she's gone a I think he's gone a فکر کنم غیبش زده for example both actors went a wall from filming in London this week Both actors went AWOL from filming in London this week. جفت بازیگرها یهو قیبشون زد از from to go able from doing something از یهو از صحنه فیلم یا فیلم برداری تو لندن این هفته قیبشون زد یعنی چی پستشونو رو ول کردن رفتن اصلا معلوم نیست هیچ کم خبر نداره کجا they went able he's gone able past participle past form. اون past participle شه، PP form شه. این هم حالت گذشتهشه شه. Went, gone. نه تنها برای آدم actors he she میسا سالی میتونین استفاده کنین بلکه حتی برای شی هم میتونین استفاده کنین مثلا عینک تو نیست او مای گاد my گلاسز هاف گون ای وال اگین او مای گاد مای گلاسز هاف گون ای وال اگین دوباره عینکام ای وول رفتن یعنی چی قیبشون زد چی دنبالش میگردم نیست my glasses have gone AWOL again my shirt has gone AWOL again my jeans jeans have gone AWOL again my mark where are my mark markers I think they've gone AWOL again مارکرم کجا فکر کنم دوباره قیبشون زده number four two computers have gone AWOL from the office two computers have gone AWOL from the office دوتا کامپیوتر از توی دفتر قیبشون زده Does anybody know what happened to them? کسی میدونه چه اتفاقی براشون افتاده So two computers have gone AWOL from the office Number five As soon as he got the news he went AWOL As soon as he got the news he went AWOL به محض اینکه که خبرو شنید قیبش زد He went AWOL Number six All the staff have gone AWOL to show their complaints about the company. All the staff have gone AWOL to show their complaints about the company. تمامی خدمه یا کارکنان اون شرکت AWOL رفتن، قیبشون زده که نشون بدن اعتراضشون رو در رابطه با اون شرکت. All the staff have gone AWOL. بچه استاف لغتیه که ماهیتا جمع کارمندان فکر نکنین چون اس نداره مثلا ای اس یا آی ای اس نداره جمع نیست اوکی স্টাফ مینز ایمپلویز اوکی خب پس تو گو ایوال گان ونت حالا کسایی که مدت هاست درس ما رو دنبال میکنن توی یکی از درسایی که من برای سوشال مدیا ساخته بودم واجه هایی که تو سوشال مدیا استفاده میشه و خیلی ها نمیدونستن من شو لینکش این پایین هست بهتون راجع به MIA گفته بودم دوباره MIA is another military term یک اه, military term یا واجه, سرباز... واجه هستش که تو خدمت استفاده میشه this one is um, this one stands for missing in the action Missing in the action. For instance, imagine that someone, someone in the armed forces or a soldier, has gone for an operation. It's been two days, nobody knows where he is, nobody knows whether he's been killed. whether he's been captured. Nobody knows anything about him. In this case, we can say that soldier has gone MIA. Okay? فکر کنین یک سرباز میره واسه یک operation، یک عملیات. سه روز گذشته یا دو روز گذشته هیچ کس نمیدونه کجاست، هیچ کی نمیدونه مرده است, است، گرفتنش مفقود شده. به این حالت میگیم امایه رفتن حالا بازم میگم درست میلیتری بهتون گفتم خ... سربازی گفتم ولی به این من نیست تو سربازی نه تو روزمره به شدت استفاده کنید حالا فرقش با این واقعا بچه اگه بخوام بهت بگم to go AWOL با to go MIA واقعا فرقی نداره یعنی میتونین جفتش رو تقریبا به جای همدیگه استفاده کنین فقط فرقش اینه که ممکنه وقتی MIA میرین به آدما بگین ببین یه چند وقت میخوام قیبم بزنه نمیخوام با مثلا با کسی حرف بزنم مثلا I'm gonna go MIA for some time I'm gonna go MIA for some, some time I'm going to go MIA for some time. یه مدت میخوام نیست و نابود حوصله هیچ I need some time alone. من یه مدت تنهایی میخوام. میخوام تنهایی باشم. تنها باشم. I'm gonna go MIA for some time. I am going to go. I'm gonna go. I'm gonna go. Okay? To go MIA. Sally, do you know where Misa is? She's gone MIA, I guess. I can't find her. Sally, do you know where Misa is? I can't find her. She's gone MIA, I guess. Sally, میدونی میسا کجاست؟ فکر کنم قیبش زده. نمیتونم پیداش بکنم. She's gone MIA, I guess. She's gone A-wall, I guess. No difference. I'm trying to reach out to him, but he is MIA. He is MIA. میتونیم به جای اینکه بگین he has gone MIA بگین he is MIA. Mona adjective He is MIA. Okay? I'm trying to reach out to him but he's MIA. Trying to trying to, trying. To. I'm trying to reach out to him but he's MIA. He's gone MIA. Past. I'm going to go MIA for some time. I need some time alone. من میخوام نیست نابود شم یه مدت. I can't find her. I think she's gone MIA. I think she's gone AWOL. She's gone AWOL. She's gone MIA. یا مثلا MIA رو میتونی واسه زمانی بگین. خیلی مثلا واضح. با یکی دعواتون میشه یا بحثتون میشه میره دیگه اصلا هم ازش خبری نیست میتونی مثلا بگی امای شده حتی میتونی از ایوال هم استفاده کنی پس نیستش زده غیبش زده نیست سر کلش پیدا نیست to go MIA to go AWOL. he's gone MIA I can't find him she's gone MIA I can't reach out to her اوکی okay? این از درس امروز امیدوارم که لذت برده باشین حتما حتما حتما, حتما مثالهای های خودتون رو با این دوتا تا عبارت به شدت پرکاربرد برام به اشتراک بذارین و اگر که این ویدیو رو دوست داشتین بسیار خوشحال میشیم که لایکش کنین به دوستان خودتون توی فضای مجازی معرفی بکنین چون هر چی بیشتر از ما حمایت کنین و این ویدیو رو دست به دست به دوستان خودتون برسونین تعداد بیشتری تو سرتاسر دنیا میتونن کسایی که فارسی حرف میزنن البته میتونن از این دروس رایگان استفاده کنن و رایگان زبانشون رو تقویت کنن Till another lesson Love you guys so much Take care See you soon bye bye